سلام، در بلژیک امروز با خاطر گرامی داشتی یادی قربانیان حمله های خونین تروریستی در شهر بروسل ماتم 3 روزه ملی آغاز شد. در بمب‌گذاری های روز 22 مارت در فرودگاه زونتم و در متروی شهر 34 نفر کشته شدند و بیشتر از 200 نفر زخم برداشتند. گروه افرادگرای دولت اسلامی مسئولیت این بمب‌گذاری ها را بر دوش گرفت. رسانه های بلژیک امروز گفتند که برادران خالد و ابراهیم بکروی خود را در فرودگاه بروسل ترکاندند و آنها را پلیس از قبل می دانست. عین زمان جستجوی نجیم لخروی، یک جوان دیگر که همراه با مرگ طلبان در عکس ها در فرودگاه دیده شده است، ادامه دارد. برای صحبت درباره تحولات امروز، ریکارد جوزویک، خبرنگار رادیو زودی در بروسل، با ما از طریق اسکایپ می پیوندد. ریکارد، امروز در بروسل چی می گذرد؟ عین زمان جستجوی فرد سومی که خود را نترکند ادامه دارد. در بالای شهر بروسل چرخبالها پرواز میکنند و مردم هم کوشش میکنند برای پیدا نمودن افراد باقی مانده این حلقه تروریستی کمک کنند. ولی دیگر اوضاع در اینجا زود به حالت عادی برمیگردد. من در اطراف قدم زدم و دیدم که مردم به کار میروند. ماشین زیاد است، ولی یگانه تفاوت از روزهای گذشته این است که در همه جا نظامیان زیاد هستند. در نزدی دفتر کاری ما ماشین‌های زیاد نظامیان به نظر می‌رسد که در روزهای معمولی در بروسل دیده نمی‌توانید. یعنی مردم نمی‌ترسند و مثل هر روزه به کوچه‌ها می‌برند، یا نظر به روزهای معمولی کمتر هستند؟ بله، درست است که در کوچه ها مردم کمتر است، ولی نسبت به روز گذشته بسیارترند. من خودم وقتی در بیرون قدم می زدم دیدم که بسیاری از مغازه ها بازند، مردم به کار می روند، ماشین زیادی در حرکت است. به فکر من مردم صرف نظر از حمله ها ناترسانه بیرون آمدند و با وجود آن که در اضطراب هستند، ولی تعداد آنها تقریبا مثل روزهای پیشین است. ریکارد، درباره واکنش های بین المللی و نظرها به حمله به قلب اروپا صحبت میکردی. در واقع همه رهبران اتحادیه اروپا و بسیاری از رهبران جهان به بلژیک اظهار همدردی و همدلی کردند. ما میدانیم این بار اول نیست که اروپا در وقت‌های اخیر مورد حمله قرار می‌گیرد. به فرانسه 2 مرتبه حمله کردند و اسپانیا نیز حمله صورت گرفت. بسیاری از رهبران کشورها میدانند که درباره چی صحبت می‌کنند و به خصوص درباره بروسل. ما میدانیم که فرانسه هم برای تحقیق قضیه همراه شده است. نخست وزیر فرانسه امروز در بروسل است. ماموران اطلاعاتی و پلیس فرانسه در کنار همکارانشان از بلژیک چند هفته است برای پیدا کردن جنایتکاران عمل می کنند. تروریستانی که اینجا حمله کردند با حلقه تروریستی که ماه نوامبر به پاریس حمله کرد ارتباط داشتند. فرانسه در عموم در اینجا زیاد همکاری می کند. دیگر کشورها هم به خصوص با توجه به همکاری بلژیک و فرانسه در زمینه اطلاعاتی هم کمک می رسند. تشکر. همکارم ریکارد جوزویک از شهر بروسل با ما صحبت می کرد.